نقاشی، خط خطی کردن دیوار، باز کردن کتابی بزرگ و تماشای تصاویر آن شاید از معمولی ترین مسائل صفحه کودکانه کتاب زندگی باشد و نوازش پدر و آغوش مادر ترسیم کننده فردای کودکان است. اما کودکان به چه میزان از دنیای کودکانه‌شان بهره می‌برند؟ دوران کودکی در رشد و سلامت کودکان و شکلگیری شخصیت آنان اهمیت فراوانی دارد و توجه به نیازها و حقوق اساسی آنان نقش مهمی در پرورش کودکانی توانمند و شایسته برای خود و جامعه‌ای که سازندگان آینده آن هستند ایفا می کند. مشکلات و آسیب‌های اجتماعی در هر جامعه‌ای کودکان را بیشتر از گروه‌های دیگر در معرض خطر قرار می دهد و به رشد و سلامت آنان آسیب می زند. در کشور ما نیز کودکان به علتهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره با آسیبها و مشکلات متعددی روبرو هستند. کودکان کار و خیابان از جمله کودکان در معرض آسیب هستند که بیشتر به سبب عوامل اقتصادی بیشترین وقت خود را در محیطهای ناامن و پرمخاطره خیابان می گذرانند. این کودکان به ویژه دختران بیشتر در معرض خطرات گوناگون قرار می گیرند. در سال 2002 سازمان جهانی کار روز 12 جون مصادف با 22 جوزای هر سال را روز جهانی مبارزه با کار کودکان نامیده است. هدف از این نامگذاری افزایش آگاهی درباره حقوق کودک، جلوگیری از کار اجباری کودکان و حمایت اجتماعی از آنان است. پدیده کودک کار یک پدیده اجتماعیه. معمولاً پدیده های اجتماعی شاید یک بخش یا یک کسی نتوانه به تنهایی این پدیده را ریشه‌کن کنه یا کاهش بده. پدیده های اجتماعی معمولاً لایه های متعدد و متفاوتی داره، ابعاد مختلفی داره. بنابراین در هر بخشی ممکن مسئولیت جلوگیری از یک چنین پدیده یا به حداقل رساندن آسیب یک چنین پدیده به عهده نهادها و بخش‌های مختلف اجتماع باشد. در خصوص پدیده کار خانواده یک مسئولیت داره، نهادهای قانونی و دولتی و نهادهایی مثل وزارت کار و امثال اینها یک وظایف و یک مسئولیت‌هایی داره، حتی نهادی مثل پلیس و نیروهای مثلا حافظ نظم و امنیت اینها یک وظایفی دارن، معلمین، اساتید، مدارس، مکتبخانه ها، دانشگاه، پوهنتون و مراکز فرهنگی و دینی هم طبیعتاً در قبال این پدیده یک مسئولیت های خاص خودش را داره. خانواده به عنوان یک نهاد مسئول در نسبت به این پدیده یکی از وظایفش اینه که واقعا نسبت به آینده فرزندان خود حساسیت داشته باشند. از لحاظ اقتصادی ممکنه یک درآمد برای خانواده، یک امرار معاش، یک کمک اقتصادی ممکنه کار کودک ایجاد بکنه. اما باید محاسبه را داشته باشد که این هزینه و این فرصتی که از دست داده میشه در قبال او درآمدی که و یک معیشت اقتصادی رونق میده چه مقدار هست و آینده کودک چگونه خواهد بود؟ از سن کودک وقتی او رو وارد بازار کار میکنه بدون اینکه یک تخصصی پیدا بکنه در یک محیط ناسالم، در یک محیط نامطلوب و وضعیت نادرست، طبیعتاً آینده او چگونه خواهد بود؟ بنابراین از این جهت این مخاطراتی وضعیت را باید حتماً مد نظر داشته باشد، نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشد و همچنین نسبت به تربیت کودک و اولاد خیلی دقیق و دقت داشته باشد. کودک کار کیست؟ طبق قوانین سازمان بین المللی کار، کودک کار به تمامی افراد زیر 18 سالی گفته می شود که در مشاغل یا کارهای زیان آور در بازار یا خانواده های خود مشغول هستند. کار کردن کودک تنها زمانی قابل قبول است که برای رشد جسمی، روانی و سلامت کودک ضرر نداشته باشد. کودک کار به کودکی گفته می شود که به دلیل کار از گذراندن دوران کودکی خود محروم است. کار از شکوفا شدن استعدادهای کودک جلوگیری کرده و برای رشد جسمی و روانی او مضر است.
کار در مواردی به محروم کردن کودک از فرصت رفتن به مکتب، مجبور کردن به ترک مکتب به طور موقت و الزام کودک به انجام کارهای سخت و طاقت فرسا در هنگام تحصیل منجر می شود. کودک کار معمولاً به پدیده‌ای گفته می شود که کودکانی که در سن قانونی کار نرسیدند برای استفاده از کارهای اینها به کار گرفته می شود و کار گماشته می شود، که البته سنی که برای این پدیده معمولاً معرفی می کنند در کشورها یا جوامع مختلفی ممکنه متفاوت باشد، ولی به صورت عمومی در جوامعی که نسبت به این پدیده یک مقدار حساسیت دارند و این موضوع رو بیشتر پیگیری میکنند، به کارگیری از کودکان زیر 15 سال در کارهای مختلف، حالا فرق نمیکنه چه کارهای شاقه باشد یا غیر شاقه، به دور از مقتضایات زندگی عادی یک کودک که عمدتا در او سن و سال باید مشغول باشد، به کار گرفتنش را معمولا کودک کار یا کودکی که برای کار استفاده میشه عنوان میدن. شاید هیچ پایتختی در دنیا به اندازه کابل کودکان کار را در خود جای نداده باشد. بزرگ شهرهای افغانستان، البته بیشتر شهر کابل، در هر قدم یک کودک کار در آغوش دارد. بر اساس آمار وزارت کار و امور اجتماعی، شمار کودکان کار در افغانستان نزدیک به 3,700,000 نفر رسیده است و تقریباً 2,100,000 کودک که در رده سنی 5 تا 17 سال قرار دارند مصروف کارهای شاقه هستند. هرچند این وزارت میگوید کودکان کار در افغانستان کاهش یافته، اما یافته های کمیسیون حقوق بشر افغانستان نشان میدهد که کودکان کار در افغانستان 10% بیشتر شده است. همچنان این نهاد حقوق بشری افغانستان میگوید کودکان کار در افغانستان در معرض تهدید جدی و خطر سلامت جسمی و روانی قرار دارند. عوامل مختلفی در این قضیه دخل دارند و از جمله فقر خانواده ها خودش یک عامل مهم هست که طبیعتاً وقتی فشار اقتصادی بر یک خانواده تحمیل میشه و هرچی بیشتر این فشار احساس شوه، اعضای خانواده در صدد این میشن که به هر حال بخشی از این فشار را کاهش بدن، از جمله از طریق ورود فرزندان و کودکان در بازار و عرصه کار. بخش دیگه هم هست فضای اجتماعی که احیانا ممکنه فضای فرهنگی که در یک جامعه ممکنه حاکم باشد، شبکه های مختلفی که احیانا کارهایی به صورت غیر رسمی در جامعه انجام میدن با استفاده از کودکان و وضعیت اونها ورود پیدا میکنن و اینها را در استخدام خود قرار میدن و به عنوان کودک کار اینها را کار میگیرن و از اینها استفاده میکنن. عمده عوامل همون بخش اقتصادی هست، نبود فرهنگ مواظبت و حمایت از کودکان، بخشش برمیگرده به اینکه کودک طبیعتاً در اون سن سال باید مکتب و درس و مدرسه دنبال بکنه، ولی خب به خاطر نبود این فرهنگ طبیعتاً باعث میشه که به سمت بازار کار سوق داده شه و در اونجا ایام خود سپری کنن. اگر ما خود کار رو در نظر بگیریم، هیچ حاشیه دیگه در نظر نداشته باشیم، فقط خود کار عبادت است. حالا کار شاقه دارد غیر شاقه، خود کار کردن خوب است. اسلام با بیکاری مخالفه، حتی کار کردن به مسابقه عبادت هم معرفی شده. اما یک بار است ما وارد جزئیات میشیم ببینیم چه کاری میخواد طرف بکند. یک سری کارا هم حرام است. ما هر کاری را از قرآن و روایت جوادش رو به دست نمیآوریم. مثلا طرف بره شراب فروشی کنه، نه حرام است. طرف بره ساقی بشه و بره مردم مواد مخدر ببرد، چنان که در بعضی مملکت حتی در کشور ما در قدیم بیشتر شاهد بودیم، شاید روی توسط اطفالی که در کوچه و بازار بودن مواد مخدر انتقال میدن که این حرامه. عرض کنم که پس ما باید ببینیم این اطفال حالا به بلوغ هم رسیدن، به سن بلوغ رسیدن، نیاز به کار دارن. چه کاری رو باید انجام بدن؟ کاری باید انجام بدن که هم به اجتماع ضرر نرساند، هم به خودشان ضرر نرساند. حالا مسئله اسپند کردن و دور بر ماشین ها و موترها بودن مشکل نداره، اما یک برای یک نوجوان یک سری آسیب برای خودش دارد. به گیر خیلی از
جانیا خواهد بیفتد. خیلی کسانی که می توانند از این نوجوان سوء استفاده کنند، چون فقط اطفال مورد سوء استفاده قرار نمی گیرند، حالا درست او به سن بلوغ رسیده اما هنوزم خامه و تجربه کسب نکرده و خیلی ضررها را می رساند و حتی گیر باندهای مافیایی می افتد. کسانی که از اون استفاده می کنند، چنان که ما در کشور خودمان شاهد هستیم، اکثر این گداهای روی خیابان، کسانی که به عنوان اسپندی به اصطلاح معروف هستند، اینا توسط یک گروهی کنترل میشن، به بهانه اسپند کردن من جیب مردم را میزنن، من دزدی میکنن، به این بهانه عرض کنم که جاسوسی میکنن، به این بهانه چنان که متذکر شده مواد مخدر را انتقال میدن، پس هم میتواند به خودش آسیب برساند هم به جامعه ما. هرچند از دیدگاه اسلام کار و تلاش برای اداره زندگی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده، در آیات و روایات بسیاری بر اهمیت آن تاکید شده است. اما به اتفاق فقها، کودک اهلیت تصرف در مال خود و کار خود را ندارد. بنابراین نمیتواند برای انجام کار اجیر شود. ولی اگر ولی شرعی تحت عنوان اجاره و یا عناوین دیگری کودک ممیز را برای کاری که قادر به انجام آن است اجیر قرار دهد یا به او اذن دهد، اگر این کار حرمت داشته و یا به ضرر کودک باشد، بی تردید ولی یا قیم چنین حقی را ندارد و عمل او در فرض مزبور از جهت حکم تکلیفی حرام و از جهت حکم وضعی باطل است. اما اگر اجازه ولی برای کاری غیر حرام یا غیر مضر باشد، به مشهور فقها این قسم از کار کودک مکروه است. این قانونی که گذاشتن در بین الملل و در سطح جهان که مبارزه کنم با کودککاری یا کار کردن کودکان، چیزیست که مطابقت با قوانین اسلامی هم دارد. چون وقتی که ما به قوانین اسلام رجوع میکنیم که اسلام یک دین جامع هست و برای تمام نقاط زندگی ما، برای تمام اشخاص قوانین وضع کرده و برای تمام افراد جامعه، از کوچک و بزرگ، از مؤنث و مذکر، مرد و زن، خردسال و بزرگسال، حقوق هم وضع کرده است. ما دو کتاب های مستقلی داریم که درباره حقوق اشخاص بحث شده با استفاده از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام. درباره کودکان ما میبینیم چنین حقوقی هست. وقتی که ما رجوع میکنیم میبینیم مثلا گفته شده که حق فرزند، که منظور طفل است از روایت، حق الولد علی الوالد، حق فرزند بر پدر این است که برای او نام نیک انتخاب کند، او را درست تربیت کند و به او قرآن بیاموزد. خب اگر ما این روایت رو بگیم چه ربطی به کار کردن کودک دارد، میگیم با اون تعارض میکنه، چون یک طفل در اون سن باید یاد بگیره، باید طفل باشه. اگر قرار باشه یک طفل از سنین طفولیت برود به بازار و شروع کند به کار کردن، او چگونه تربیت بشود؟ ما امروز با چشم خودمان میبینیم اطفالی که اشخاصی که از کوچکی در بازار بودند، تربیت آنچنانی، حالا استثناء هم داریم اما معمولا تربیت آنچنانی نداره، مخصوصا اون اطفالی که در خیابان ها کار میکنند، در کارهای شاقه وظیفه پیدا کردن، با اشخاص عجیب و غریب سر و کار دارن، میبینی که از لحاظ صحبت، از لحاظ رفتار، از لحاظ کردار اون تربیت رو که باید داشته باشن ندارن، یا معمولا میبینیم بی سواد هستن. پس روایت وقتی که با ما میگوید بعد پدر به طفل عرض کنم نوشتن رو یاد بدهد، او را درست تربیت کند، مفهوم این است که پس نباید اونا برای سر کار بروند. و حتی ما در روایات داریم اونا حق تفریح کردن دارن، باید بازی کنن، چنان که مثلا در بعض روایت داریم پدر بعد به فرزند تیراندازی یاد بدهد. حالا تیراندازی موضوعیت ندارد، چون در آن زمان یکی از تفریحات و ورزش های معروف همین بوده، یا مثلا دوره شنا هم ما روایت داریم، اینا موضوعیت نداره. امروز مثلا می توانیم نگوییم تیراندازی، تیر و کمان یک بازی که معمول است، یک ورزشی که معمول است و خیلی کارایی دارد، اونو ما به فرزندمان یاد بدهیم. از این گونه روایت ما داریم که همهشان بیانگر این است که طفل در آن سن باید کوشش کند پدر و مادرش و اولای امرش که او را به یک مرحله عالی برسانند، که اگر ما او را اجازه بدهیم برود کار کند، به اون مراحل نخواهد رسید. در قانون کار افغانستان، کار شاقه برای اطفال زیر 18 سال ممنوع است. اما مطابق آمار، اطفال زیر 15 سال در بدل 8 تا 10 ساعت کار طاقت فرسا، ماهانه 1 تا 13 هزار افغانی دست مزد دریافت می کنند. آمارها بیانگر این است که کودکان کار در معادن افغانستان تا 19 ساعت هم مورد بهره برداری قرار می گیرند.